بحثی که مطرح کردید در مورد در مورد استعمار، من فکر میکنم که یه خورده بیشتر از استعمار شاید رویه حفاظتی داشته باشه، از این بابت که خب من خودم چیزا کانزرواتور کالچر هریتیج حفاظت آثار تاریخی، اون موقعی که این پدیده داعش اومد یک اتفاق افتاد، یه سری اتفاقی که برای حفاظت یا اون سایت هایی که تخریب کردن، دو تا دانشگاه آکسفورد بود اگه اشتباه نکنم و لوور بود و فاین آرت دبی، اینا اومدن این پدیده اون 3D چیز اسکنینگ رو مطرح کردن و حالا یه سری سایت هایی ساختن توی لندن و بریتانیا. درسته، پالمی رو اونجا اجرا کردن. اتفاقی که توی خاورمیانه افتاد برای حفاظت و اتفاقی که توی بریتانیا و توی اروپا افتاد و آمریکا برای حفظ اونا، کار اونا موثرتر بود، یعنی بیشتر از استعمار به نظر من پروسه حفاظت رو انجام دادن، چون جایی که هیچ گونه اهمیتی برای حفظ اونا نبود، اونا شروع کردن به از دیجیتال کردنشون و ماهیتشون رو دوباره ساختن. من حس می‌کنم که شاید حالا بیشتر استعمار روی کرده حفاظتی باشه این مسئله. یه اتفاق که مثلا افتاده توی این پروژه هایی که مثلا گوگل آرتس اند کالچر انجام داده یا همین سایارک انجام داده اینه که خب مثلا میرن توی حالا مصر یا مثلا سوریه جاهای مختلف و این پروژه های محافظت که انجام میدن یا این کارهای 3D اسکنینگ که انجام میدن، این فرصت رو دارن که بیان و این تکنولوژی ها رو حالا به کسایی که اونجا زندگی میکنن یا مثلا لوکال اونجا هستن به اونا هم یاد بدن که اونا هم بتونن تکنولوژی ها استفاده کنن، و یا حتی مثلا یه کمپانی مثل گوگل آرتس اند کالچر که انقدر فقط توانایی مالی داره و این قدرت رو داره که بتونه مثلا یه سری تکنولوژی ها بفرسته اونجا و به این آدم ها یاد بده که چجوری استفاده ازش بکنن و اونا خودشون این در واقع جای تاریخی یا مجسمه ها رو اسکن کنن و اون داده ها رو نگه دارن، این داده ها مال خودشون باشه. ولی خب اینم اتفاقی که میگم باز از این سمت خیلی راحت میتونه بیفته که اون این مشکل هم حل بکنه، اینکه اینجا از اینجور کارا اونجوری انجام داده نمیشه یا اگه انجام داده میشه یه مشکل دیگه داره. ولی خب از اون برم میدونم که این حرف شما داریم زنیم من درسته، به خاطر اینکه خیلی وقتا مراقبت بهتری میشه از این مجسمه ها توی جاهایی دیگه، ولی میگم خیلی پیچیده است.